به نام خدا دوستان سلام از میکنم تو این ویدیو فعل پرکاربرده برده توانستن رو بهتون یاد میدم بعد اینکه این فعل رو یاد گرفتید میتونید خیلی جاها ازش استفاده بکنید میتونید در درخواست هاتون اجازه گرفتن هاتون در مکالمه هایی که جملات معدبانه و درخواست های معدبانه داره میتونید ازش استفاده بکنید و بعد اینکه این ویدیو رو یاد دادم یواش یواش مکالمه های رستوران و دکتر و چه میدونم خرید و اینجور چیزا هم میتونم براتون تهیه بکنم ولی قبلش باید حتما این رو یاد بگیرید و قبل فعل توانستن حتما برید فعل دانستن رو یاد بگیرید فعل دانستن رو در ویدیوها دارم برید نگاه بکنید یادداشت بکنید و به خوبی یاد بگیرید چون در فعل توانستن از فعل دانستن استفاده میکنیم خب حالا ببینیم که چطور هستش من در این ویدیو فقط برای اول شخص مفرد یعنی زمیر من و در حالت زمان حال ساده مثال های فعلی رو زدم برای بقیه شناسه ها و بقیه فعل ها و بقیه زمان ها خودتون باید فعل دانستن رو جایگزین بکنید و ببینید که چه جوری هستش در آخر ویدیو چند تا مثال زدم که متوجه بشین چه ولی کل مثال هایی که با افعال مختلف زدم برای اول شخص مفرد هستش خب ببینیم که چطور هست برای ساختن فعل توانستن در حالت مثبت ریشه فعل رو داریم که همون فعل امر هستش ریشه فعل رو داریم بنابر قانون هماهنگی صدا حرف ا و یا آ رو خواهیم داشت بلا فاصله بعد اون فعل دانستن رو داریم حالا با هر صرف فعلی که باشه این میشه این کل این ساختار میشه فعل توانستنمون حالت منفیش ریشه فعل و یا فعل امر رو داریم به اضافه صدای اه و یا آ بنا به قواعد آوایی که هستش با صرف منفی فعل یعنی فعلی که منفی فعل صرف شده و این حرف در بین ریشه فعل و اون شناسه منفی فعل ظاهر میشه در این ویدیو حالت منفی رو نمیگم چون زیاد کار میبره اونو توی ویدیو دیگه واسهتون آموزش میدم تو این ویدیو فقط فعل مثبت رو داریم دقت بکنید که در حالت مثبت برای صرف فعل فعل دانستن رو داریم در حالت منفی فعل دانستن رو نداریم به خاطر همین یه ویدیو دیگه میذارم براتون در حالت منفی فعل دانستن رو نخواهیم داشت فقط در حالت مثبت فعل دانستن رو خواهیم داشت برای شکل دادن فعل توانستن خب ببینیم که چطور هست اول از افعالی که صدای کلوفت رو دارن شروع میکنم یا پا بیلیریم یعنی میتونم انجام بدم آلا بیلیریم میتونم بگیرم و یا بخرم باکا بیلیریم یعنی میتونم نگاه بکنم و یا نگهداری بکنم اگر موضوع یک بچه ای هستش و یا مکانی هستش و این حرفا صحبت از نگهداری کردن هم باشه از فعل باک استفاده میکنید ساتا بیلرم میتونم بفروشم اوتورا بیلرم میتوانم بنشینم خب همونطور که دیدید اینجا ریشه فعل رو داریم صدای آ رو داریم برای هماهنگی با صدایی که اینجا هستش صدای کلوفت هستش اینجا آ رو داریم اینجا او رو داریم و بلا فاصله بعد اون بدون اینکه فاصله بدیم فعل دانستن رو داریم خب بریم های بعدی آها همینا رو به شکل سوالی واسهتون در آوردم که ببینیم چطور میتونیم در حالت سوالی و یا اجازه گرفت به معنای اجازه گرفتن استفاده بکنیم. یا پا بیلیر میم میتونم انجام بدم اجازه هست انجام بدم آلا بیلیر میم میتونم بگیرم و یا بخرم و یا موقعی که یه نفر بخواد یه چیزی رو از شما بگیره ام، یه چیزی رو تحویل بگیره و یا شما یه چیزی رو میخواید که یه نفر بهتون بده نمیگید بده میگید چی؟ میگی میتونم بگیرم ازت برای همچون موقعیتی معمولا میگن آلا بیلیر میم با بیلیر میم میتونم نگاه کنم مثلا فکر کنید رفتید خرید یه جنسی رو میخواید بخرید قبلش میخواید نگاه بکنید میگید چی میگید با بیلیر میم ستا بلیر میم؟ میتونم بفروشم. اترا بلیر میم؟ آیا میتونم بشینم؟ اجازه میدید بشینم. خب مثال بعدی. کشا بلیرم. میتونم بدوام. بلا می میتوانم پیدا کنم. دکونا بلیرم. میتونم دست بزنم. لمس کنم. çalışabilirim میتونم کار کنم bırakabilirim میتونم ترک کنم مثلا فرض کنیم سیگاره میتونم ترک کنم bırakabilirim و یا اینکه یه کسی رو یه جایی برسونید و بعد ترکش بکنید مثلا یه نفر رو برسونید خونه و یا یه بچه ای رو ببرید مدرسه بذارید و بعد ترکش کنید در اون حالت هم از فعل براکماک استفاده میکنن فرزن یه نفر بخواد شما رو برسونه خونه میگه چی؟ سیزی براکا بلیرم. این چی؟ یعنی میتونم شما رو برسونم جایی که میخواید. خب بریم حالت سوالی و یا اجازه گرفتن. کشه بلیر میم؟ آیا میتونم بدوم؟ بولا بیلیر میم؟ می به نظرت میتونم پیدا بکنم؟ یا همچین معنی میده. دکونا بیلیر میم؟ می میتونم دست بزنم؟ بکنید رفتید یه خریدی مثلا میخواید به جنس یه چیزی نگاه بکنید میپرسید. دکونا بیلیر میم؟ می چلوشا بیلیر میم؟ می میتونم کار کنم؟ براکا بیلر میم؟ میتونم ترک کنم خب مثال بعدیمون مثال هایی هستن که آم فعل امرمون و یا ریشه فعلمون فعل به صدای ام به حرف صدادار ختم میشه و بین این حرف صداداری که قراره اینجا ظاهر بشه باید یک حرف یه بیاریم که بتونیم مثلا اینو تلفظ کنیم خب مثالمون چی هستش آرایا بیلیرم یعنی میتونم زنگ بزنم میتونم جستجو کنم آغلایا بلیرم میتونم گریه کنم و یا یعنی اینکه ممکنه گریه بکنم این حالت بیلیر که میاد تو جمله هم حالت توانستن داره هم حالت ممکن بودن رو میده بعضی جاها معنای ممکن بودن رو میده مثلا آلایا بیلیرم یعنی اینکه ممکنه گریه بکنم اوینایا بلیرم میتونم بازی بکنم اوکویا بلیرم میتونم بخونم اونایلایا بلیرم. میتونم تصدیق کنم اونایلا ماک یعنی اینکه یه چیزی رو قبول کردن به یه چیزی اوکی دادن که این فعل تو فارسی زیاد استفاده نمیشه ولی شما تو کارهای رسمیتون استفاده خواهید کرد زیاد استفاده میشه سالایا بلیرم. میتونم فراهم کنم خب همونطور که میبینید همشون به حرف صدادار ختم شدن صداهای کلوفت رو دارن اینجا او رو داریم بقیه جاها آ رو داریم میبینید که بین دو حرفی که صدادار هستش هم حرف ی رو آوردیم خب بریم سراغ مثالایی که صدای نازک رو دارن آه اینا رو سوالیش نکردم خب سوالی کنیم آرایا بیلر میم؟ میتونم زنگ بزنم؟ آلایا بیلر میم؟ اجازه هست گریه بکنم؟ اوینایا بیلر میم؟ اجازه هست بازی بکنم؟ بچه ها این سوال زیاد میپرسن. اوکویا بیلر میم؟ اجازه هست بخونم؟ اونایلایا بیلر میم؟ یه بار دیگه میخونم. اونایلایا بیلر میم؟ میتونم تصدیق کنم میتونم اوکی بدم آیا اجازه هست اوکی بدم سالیه بیلیر می آیا میتونم فراهم بکنم خب بریم سراغ مثال های که گفتم با صداهای نازک هستند اده بیلیرم فعل اتمک رو داشتیم تو یکی از ویدیوها کلا فعل اتمک رو با مثال هایی که بود زدم تقریبا یه ده تا مثال زده بودم که فعل اتمک با کلمه کناریش معانی مختلفی رو میداد خب این هم فعل اتمک هستش اینجا چون حرف دار اومده حرف ت تبدیل به د شده اده بلیرم به معنای انجام دادن یعنی می توانم انجام دهم اده بیلیرم مثلا چی یاردم اده بیلیرم یعنی میتونم کمک کنم گیده بیلیرم. می توانم بروم گیتمک اونجا هم اینجا هم دوباره حرف ت تبدیل به د شده اینو دقت بکنید فعل امر گیت یعنی برو و فعل اینجا که حرف ا اومده کنارش ت تبدیل به د شده میشه چی؟ گیده بلیرم یعنی میتونم برم گله بیلیریم، میتونم بیام ایچه بیلیریم، میتونم بنوشم گره بیلیریم، میتونم ببینم وره بیلیریم، میتونم تحویل بدم مثلا جواب بره بیلیریم یعنی میتونم جواب بدم حالت سوالیشون رو داریم اده بیلیر میم مثلا یاردم اده بیلیر میم یعنی میتونم کمک کنم خب. اده بیلیر میم یعنی میتونم انجام بدم آیا میتونم انجام بدم گیده بیلیر میم آیا میتونم برم اجازه میدید برم گله بلیر مییم اجازه دارم بیام میتونم بیام ایچه بلیر مییم آیا اجازه دارم بنوشم گره بلیر میم؟ آیا اجازه میدید ببینم ویا آیا, آیا ممکن منم ببینم وره بیلیر مییم مثلا جواب وره بلیر آیا میتونم جواب بدم آیا میتونم بدهم بریم سراغ مثال های بعدی اینه بیلیرم یعنی میتونم پیاده بشم دوشه بیلیرم میتونم بیفتم منظور از میتونم یعنی که ممکنه بیفتم گتیره بیلیرم میتونم بیارم گتوره بیلیرم میتونم ببرم یه بار دیگه تلفظ میکنم گتره بلیرم بیتیره بلیرم میتونم تمام کنم گروشه بلیرم میتونم ملاقات کنم حالت سوالیشون رو ببینیم معنی اجازه داشتن ممکن بودن رو داره اینه بلیر میم ممکنه پیاده بشم میتونم پیاده بشم دوشه بلیر میم آیا ممکنه بیفتم گتی بیلیر میم اجازه دارم بیارم میتونم بیارم گتره بیلر میم میتونم ببرم اجازه میدید بیتره بیلر میم آیا میتونم تمام کنم گروشه بیلر میم آیا اجازه دارم ملاقات کنم آیا امکانش هست که ملاقات بکنم خب مثال بعدی خب این مثالمون هم همونطور که میبینید فعل امرمون به حرف صدادار ختم میشه و بین حرف صداداری که اینجا به عنوان پسفند اومده هم یه دونه یه داریم. خب سویلیه بیلیریم یعنی میتونم بگم. دینلیه بیلیریم میتونم گوش کنم. تمیزلیه بیلیریم میتونم تمیز کنم. یرویه بیلیریم میتونم راه برم. یبیلرم از فعل یمک و یا خوردن از فعل یمک هستش یه یبیلرم نیست ولی یه یبیلرم همون فعل یمک از فعل امر یه هستش اینجا به صورت ای ظاهر میشه یه استثناست یعنی میتونم بخورم گیه بیلیرم یعنی میتونم بپوشم فعل بله پوشیدن گیمک هستش که با یوموشا گ ظاهر میشه ولی وقتی که حرف صدادار میاد کنارش اون یوموشا گ که صدای غ میده تقریبا خیلی غ نرمی رو تلفظ میکنید تبدیل به حرف ی میشه خب این هم یه استثنایی که اینجوری به کار میره به حالت سوالیش خب سویله یه بیلیر میگیم آیا میتونم بگم دیله یه بیلیر آیا اجازه دارم گوش کنم تمیزله یه بیلیر میگیم میتونم تمیز کنم یورو یه بیلیر میگیم میتونم راه برم یه بیلیر مییم اجازه میدید بخورم گیبیلر میم اجازه دارم بپوشم خب همونطور که دیدید حالت مثبت و حالت سوالی یک سری افعال رو بهتون گفتم ولی تمام اینها برای زمیر من هستش یعنی اول شخص مفرد هستش شما هر شناسه دیگه ای رو بخواید استفاده بکنید با صرف فعل بیلمک و یا دانستن این رو انجام میدید همونطور که میبینید فعل توانستن رو برای اجازه داشتن و یا ممکن بودن هم میتونید استفاده بکنید چند تا مثال میزنم با شناسه های مختلف که امیدوارم بیشتر روشن بکنه که چطور هستش Yardım edebilir misiniz? Aya mitunit komak konid. Bir şey sorabilir miyiz? Mitunim suali beporsim. Getirebilirler mi? Aya mitunen biyaren. Olabilir de, olmayabilir Mumkene beşe, mumkenem hez, neşe. Fele olmak, یعنی فعل شدن در حالت مثبت و فعل ماماک یعنی فعل نشدن در حالت منفی رو داریم همونجور که میبینید اینجا بین دو تا حرف دوباره حرف یه اومده حالا اینا زیاد مهم نیست شما خود کلمه رو حفظ بکنید یواش یواش را میفتید بونو یا پا کلای دهیل. توانستن این کار آسان نیست. یا پا بیلجک میسن. آیا خواهی توانست؟ یعنی میتونی انجامش بدی؟ در زمان آینده هستش همونطور که میبینید. خب یه بار دیگه این جمله ها رو میخونم. بعد دیگه رفع زحمت میکنم. یارده مده بیلیر میسینیز. بیشه ای سورا بلیر میز. گتیره بیلیر لرمه Olabilir de olmalı olmayabilirdi. de. Ya var ya Olabilir de olmayabilir de. Bunu yapabilmek kolay değil. Yapabilecek misin? Hop. Aa, dostan ve payının video olmadım. امیدوارم مثال هایی که زدم بتونه رو زندگی روزمرتون کمکتون بکنه فعل توانستن به معنای اجازه داشتن و ممکن بودن هم استفاده میشه در حالت مثبت همونطور که میبینید از صرف فعل فعل توانستن استفاده میکنیم خیلی فعل مهمی هستش منتها برای ساختنش شاید یه مقدار مشکل داشته باشید اوایل سخت میشه ولی به مرور زمان وقتی زیاد میشنوید این رو میتونید متوجه بشید که فعلتون چه فعلی هستش ازتون چی میخوان اصلا چیزی که میشنوید از کجا اومده چجوری ساخته شده و متوجه بشید که منظور طرف مقابلتون چیه اه اگر تا الان سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب بکنید که از ویدیوهای بعدی من هم مطلع بشید چون بیشتر بازدید که از کانالم میشه معمولا از طرف کسایی هستش که سابسکرایب نکردن اگر سابسکرایب کنید بهتر میتونید دسترسی داشته باشید به من سابسکرایب بکنید خوشحال میشم لطفا اگه ویدیو کمکتون کرد لایک بکنید لایکاتون من خیلی خوشحال میکنه هر سوالی داشتید کامنت بذارید و بپرسید هر سوالی که داشتید راجع به زبان ترکی کامنت بذارید و بپرسید من تا جایی که از دستم بر بیاد کمکتون میکنم اگر انتقادی داشتید بگید سعی میکنم رفت بکنم سلامت و موفق باشید